سلام علیکم، حالتون چطور؟ از کف تورنتو در خدمت شما هستیم با ولاگ با رفیقام. با رفیقام، با رفیقام. خب امروز قراره که کیو ببینیم؟ سینا مستر فیت هانتر. آقا بهنام، آقای سینا زبینیان چطوری؟ بهتریم، تو خوبی؟ تو چی شده انقدر خوشگل و خوشتیپ شدی؟ دیگه چیکار کنیم دیگه، اضافه وزن داشت فشار می آورد، باید یه کاری میکردیم که یه ذره هم هلتی بشه. سرده، بذار من بیام تو بیشتر صحبت کنیم. چطوری؟ خوب هم تو خبر؟ سینا چند سال من تا هم دیگر میشنستیم؟ نه سال. خب میخوای حرکت کنیم؟ بله. سینا کی تاله کانادایی؟ از 2006. اوه خیلی کانادایی. دیگه هفت ایرانی هفت کانادایی شده. تو 3 سال زودتر از من اومدی کانادا. من 2009 از آلمان اومدم کانادا. خب چی کار میکنی؟ من هیچ چی کار بدی که نمی کنی. من اینو ببندم. آره صدای کار بدی که نمی کنی. من الان نزدیک به فکر کنم همون 9 سال از اوایل 2014 که با کمپانی اولف آشنا شدم، که خب همیشه خودم اوورویت بودم، که زجر میکشیدم از اضافه وزن و به من یه راهی نشون دادن که واقعا بتونم هم وزن خودم رو کم کنم، به اون گلی که دوست دارم برسم و اینکه به دوستان، آشنایان، کسایی که دوست دارن سیم ریزالت رو بگیرن و بتونم بگیرن و اون ریزالت که در از تو سرشونه براشون اتفاق بیفته. والا مدرک پرسنتیمی رو خودم گرفتم، یعنی برای جایی نگرفتم، ولی به کلاینت هایی که دارم هر کدومشون که برنامه ورزشی میخوان بهشون برنامه ورزشی میدم، ولی بیشتر مین چیزی که کار میکنم برای لاغری و چاقی و برای سلامت زندگی کردن داره. ایران بچه کجا بودی؟ ایران کرج زندگی میکردم. تهران بودم نمیدونم، ولی کلا بزرگ شده کرجم، از میه. و فیوریت غذای ایرانی چیه؟ فیوریت غذام قرمه سبزیه. مثل خودمه. ولی خیلی همه غذا رو دوست دارم. بهترین چیزی که اکثرا واسش حواس میکنم و کم میخورم کتلته. سوال بعدی، غذای تو غذای ایرانی هستش که اصلا وقتی ببینی حالت بچه یا نه؟ فیوریت غذای خارجی؟ خارجی سوشی. سوشی نه کلن هر غذا نیستن. همه چی خوره؟ همه چی خورم. خوشمزه ترین غذای ایرانی که تا الان خوردی رو کی برای درست کرد؟ که مزهش هیچ وقت از زیر زبونه نمیره. حالا هم خورشت بهش میگن شمالی توره، بهش میگن مرغ ترش. مرغ ترش سبزه یا قرمزه؟ سبزه مرغ. که خیلی خیلی خوشمزه درست میکنه، اصلا مزهش واقعا از دهنم نمیره هیچ وقت. حالا یا شیوا اومد اونجا یا تو اومدی استانبول، شما باید شیوا هم برات مرغ ترش درست کنه انشاءالله. بعد خواهرم لوبیا پلو، کلا خواهرم غذاش همش خوبه، ولی اصلا لوبیا یکی به نمیدن. مامانم که اکثر غذاها رو خوب درست میکنه، به خصوص قرمه سبزی، به خصوص پسنجون، به خصوص قیمه. دیگه مادر رو ترکون. آره همه خوشمزه هستن. نظرت چیه؟ من یه غذایی برات درست کنم. این آبشن هم دوست دارم. این آبه؟
این آب روزی دو تا از این من میخورم. 4 لیتر آب. بعضی هم به دستوز بالا هم به خاطر کورتونی که میزدم پاک کرده بودی، ورم کرده بودم. تو رو خدا بزمند اینجا درارم. اوه چه خونه خوشگلی، من این خونه تو نیمده بودم. مبارک، دست خالی اومدم. خب میخوای بهمون کافی بدی؟ کافی میتونم بهت بدم، لاته میتونم بهت بدم، ماتشا لاته هم میتونم بهت بدم. تو چی دوست داری؟ خب ما برای شما لاته ای میزنیم. دبل هم دوست داریم. سو پروفیشنال. این کافی رو خودم میکس میکنم. بیناشو 40% هیزلناته، 60% کلمبیان کافیه. به یه طعم ملو با بامزه وسط دارم میده. بنده درست کنم یا که بلبل بذارم برای چی دوست داری؟ یعنی واقعا این کارا میکنی؟ آره بابا. خب ببینم. خب حاضری؟ بله. پرش کنم برای؟ پرندت کو؟ پرنده است دیگه. بیشتر شبیه جرنده است. من خیلی جدی رفتم تو که پرنده رو دریابم. جالب اینه که هر نقطه از این خونه میری یک اثری از اربال لایف هست. نهار چی میخوای به اون بدی؟ خودم برای یه چیزی رو فکر کردم، آرهدی تهیه کردم که بهت بدم. یا اینجا شروع کن پرپریشن انجام بده. اینجا درست کنم پیاز، تخمور، نمیدونم من چی میخوای بزنی. هم اینجا باش. من معمولا اکثر چیزها رو مثلا پیاز و تخمور میدنم همشه با بلندر بلند میکنم. میخوام آره خب ایش جدید جای بهت بدم. دوست داری؟ آره اینا رو بردارم بذاره بازو. آجیل خوری بچه بوله؟ این بازو میخوام دیگه ما نه ظرفشو میکنم. یه کچولو یخ بریزن چون میخوام خنک باشه این چیزی که باید که غذا درست کنیم. ببین یه چیزی میخوام برای درست کنم که تخم مرغ توش هست، بروکلی توش هست، موز توش هست، هر چی ویتامین. آره سر دفعه سر سرد میشه این غذا. همه نوع غذایی هست، همه نوع ویتامینی توش هست. خدا به داده من برسیم. یه خودم آب میریزم. الان آب یخ و با آب بلند میکنه میگه بفهم بدین نهاره. اونقدر نه. ویتامینی بهت میخوام بدم. یه سیدی میخوام بهت بدم که ایربالای این دیگه فیوریت خودت هم هست. کوکیز اند کریم. کوکیز اند کریم یادم خیلی دوست داشتم. یعنی بابا میخوای نهاری نه بخوریم خوشمون میدن اونا. چرا آش چه ایرادی داره؟ هر برنامه هم که میاد بیرون یه آموزش آشپزی داریم. خب اینم از آموزش. 2 اسکوپ از این فرمول وان پاودر میریزیم بچه ها. میل ریپلیسمنت جایگزین غذایی. جایگزین غذایی. این به جای غذایی، برای ورزش نیست. خاصیت ویتامینه که برای ورزش استفاده میشه رو این نداره. چون میخوایم آقا بهنام بیشتر لذت بری، اسکوپ هم افتخاری میریزیم. یعنی معمولا 2 اسکوپ میریزیم. درشو میبندیم. اینم یه پروتئین ادانه که بهش اد میکنیم باز برای اینکه بیشتر سیرمون نگهداره. اینم بچه‌ها 2 اسکوپه. درش رو میبندیم. این درم میبندیم. نشون دارم. خب حالا ببینم چی کنم. شد خب حاضری؟ بله. من خودم همیشه با شیر درست میکردم. قدیم شیر اسکیمیک باشه بود.
نهاریه که در از نهار که حالا چی دو وعده در روز برای دیبیت معمولاً این جایگزین غذات، ولی دیگه اون کربوهیدرات و شکر اضافه ای که تو غذاهای نرمال با برنج و لوبیا می‌خوری خوب نیستن. ولی بیا یه کاری کنیم، یه غذا درست کنیم. من میدونم خوش می‌خوریم تو کامنت‌ها. خوشمزه نبود؟ نه من اینو می‌خورم، من برات غذا درست می‌کنم. اوکی. چی گفتی فیوریت تو؟ کتلت. داری واسه کتلت؟ داری من. چاقو چی بدم بهت؟ چاقو می‌خوام پیاز. دیدی آخرش هم خودم برام غذا درست می‌کنم. اوه بی رنگشو داریم ها؟ بیشتی با چیزه از این حس دکستری میدونه کتله قرار روز کجا رومون؟ امیدوارم بزن من این آب بکشم؟ خب نون میخوری یا نمیخوری؟ نون؟ من خودم نون نمیخورم تو میخوری؟ نه من تا حالا خودم کتلت درست نکردم. چطوری میگی؟ اولین بار. من همیشه تو خود کتلت رو خوب میخورم. من میخورم. من یه بار خواستم کتلت درست کنم، خونه رو دود برداشت، این آجیر چیزمون زد. اگر تو مگم بره. تو این خونه نمیدونم. من رکورد کتلت دارم. عاشق کتلت های مامانم هم و بعد از مامانم خالی شیوا خاله زری یک کتلت هایی درست میکنه. بعد ایران که بودم موقع هم خیلی میخوردم، واقعا نکرده بودم. من اومدم رکورد رو شکوندم، مثلا 11 تا بانو خوردم 10 تا خالی. خب از پیاز اول دوستامون رو رنده کنیم. ریز دوست داری ازم دو دو ریز خیلی طول بکشم بسید بینم آقا جو همه چی هست ها عزیزم دیگه قهوه خوردم شیک خوردم مامانم واسه تاریخ تو بکنم آره یه ذره بیایی مرتم به شانسی بود شانسی بود آره سلام باشه سلام باشه کافیه گریه کنیم با هم از دست جمعی این پیاز من این بنفش نیست چرا بهش میگم پیاز خیرمه بس فقط هم ایران نیست اینجا هم ردانیه نمونه اون کسی که اولی بار اسم گذاشته بکنم کور رنگی داشت دست تنیدو خلیجا رو یه دونش بسته عدیه به چی بدم؟ نمک، فلفل، زردچوبه من خودم دوست دارم یه پینچ سینمن هم میزنم همیشه توش اگه دوست نداری نه نمک صورتی که ضرر نشته باشه برای فرام دست شما برد من همیشه دقت کردیم میشه اولی بار درست میکنید چقدر خوب میشه مثلا چیزی دیگه میری کازینو دیدی اولی بار همشه میبری بعد دفعه دوم با همون اسم میری بعد میزنم باشه میپوکن چی بدم گوشت ها کجا گرفتی؟ گوشت مال ساتوره علا آره علا فکر میکنم نامبر وان تورنتو اونتاریو رو میتونم بگم ولی خب کلن چون تو ریچموند هیله تریتوریش فکر میکنم تو ریچموند هیله ولی کلن از نظر کیفیت و بسته‌بندی و یه که بینید حالا الان ویدیو داره حالا اگر قبل از این اومده بود لینکشو میذارم که برید ویدیو الان رو ببینید با الان رفتیم کلی اشغال کردیم حرف زدیم بشته چه من یخ پسرم من دیر گذاشتم بیام یه زرده بگر نه اون چرا واقعا نمک بزن چرا بگو بگی بس من نمک صورتی رو بیشتر از اون مکسه خوش آمد تنها کسی هستی که این موضوع رو گرد کرده چون معمولا مثلا به بعضی ها میگم فلفل صورتی رو بیشتر بزنی
میگن که فل زورتی نمک صورتی رو باید بشتر بزنی میگن نمک نمک دیگه زردچوبه زردچوبه از آب خودشتا از ایران کنه نه بابا زردچوبه چقدر یه دونه دو گرم زردچوبه زنیم گرمی اونا؟ این هر کنش یه گرمه اینا قاشقای پروبایوتیکه از اونم یه گرم سرخالی بزن دیگه خب یه دونه اون تخم مرغ رو تو بشکونی ببینید که یه دونه بسشه یا میریم برای داخل سو یه دستی برات بشکونم نشه برای افچوسی نباشه شد آره یکی شده من که نمیدونم زردار همیشه رایه دادم ولی فکر کنم سیب زمینی چیز درست شد البته یه نکته دیگه هم هست الان این انقدر یخه من آرتروز دست گرفتم میخوای به هم بزنم؟ نه باید بمونه زده که انقدر یخ نباید باشه همینجوری دارم ببینید که های گوشت یخ میاد یه شیبا خانون در تورنتو کالیه بله بعد اینه که ما تو خونمون من غذاهای غیر ایرانی درست میکنم شیبا غذاهای ایرانی درست میکنم جدی؟ برای همین الان مثلا من کتلت بلد نیست این اتحال درست نکرده بودم حالا تو خونمون جفتمون دست میکنم خوبه یه موقعی من درست میکنم یه موقعی فرمان خواهیم کنم یه مسترات کنم خسته شد نه یه مسترات کنم تو داری ببشی یه میوه بیارم یه میوه کوچولو ما دو دقیقه ما اینیم خودتون رو شما کلن تو آشپزخونه ایم استرالیا تو فرنگی مادر خورده خیلی بزرگ و بشخاب شده برامون سری این در چه حاله؟ زیرش دست بزن انگار فریزر اومده A few moments later خوب های دکتر جون دلم به نظرت اوکی این؟ آره خوبه خب یه ماهی توبه میخواییم روغن میخواییم روغن زیتون ما روغن زیتونه تی یعنی میشه باش سرخ کرد سرخ کرد آره. خدا وکیلی سیر زمین بشه خب بره تو شکم دیگه خوشمزه میشه خوازه شد ماهی کتلت به قول مادر بزرگا یه بسملا بگو من اولین بار رو دارم کتلت درست میکنم بسش از سراخ ها میذاری؟ اون که میشه شامی؟ کتلت رو دیگه نه؟ اون کتلت باید این شکلی باشه بیزی؟ نه داره کلوف شده یه بلد نیستی کتلت بزنی چرا قبول میکنی کتلت درست کنی؟ خوبه؟ این قشنگه آره اون دستت میزنی هر یه دونه که میزنی یه بیشتر افتی برمیشه سیرش کم کنم؟ یه ذره یه الان یه باگت میخواد یه سس مایونز میخواد یه خیار خب تو گفتی نون نمیخورم نه میگم آها میخواد. ما نمیخوریم ولی ما نمیخوریم این میخواد تو خواهی کرته درست کردی یا میکنی؟ من دو بار کار درست کردم یه بارش سوزوندم آجیلای خونه چیز کرد ولی چرا روغنت داغ شده خیلی؟ عقلم نمیرسه زیرش رو باید کم کنم فکر کنم با تخت گاز اون زیر زیاد باشه تخت گاز باشه که وسطش نمیپذیره آره دیگه در همین وقت روغنه سوخته بود داشت دود میکرد ولی من چون جلوش بایسته بودم نمیدیدم بعد که آجیل شروع کرد به زدن فهمیدم که بعد سوتی داره بچه ها گوجه گوجه بچه
خب آقای زبیان چون عادت دارم و بچه که با کچاپ بخورم براشون کچاپ هم بذاریم. من همه چی با کچاپ هم تو خونه نیمه با کچاپ میدونم خیلی ها خدمت شما. فقط این که ما این عکس کاور هم باید بگیریم. سلفی میگیریم من خودم ولی تا حالا کتلت رو بدون اون نخوردم. نمی دارم من. بذار از اینه که اول از توی منطقه در آوردن سطح دارم. میخوری باید یه چیز بخوری که دیگه واقعا دست بدینت. خیلی واقعا دهنم آب افتاده اینجوریه. این ما شما بود. آره دست شما نمید. یه تست اینو برو. نه. صداش که خوبه. همیشه میگم صداش که خوبه، باز کنم این توش چیه. این گوجه ها رو نمک بزنم. نگات کردم ببینم داری به کدرت نمک میزنی. هنو نخورده. گفته خدا شد. تیستش قطنگ من زدم از کشاب استفاده کنم. بله. اون که اولش خالی خوردی بعد میخوای کشاب بخوردی خوردی. نه واسه اون تیست اصلش رو بدونم دیگه. بخوای جاوه. خیلی. به روغن خیلی داغ داغ شده. جای شیبا و مجید و هانی خالی. اینوش براش میذاریم یاد میخوره بچه ها خیلی خوشم من باهاش چنگال نمیتونم کنم باید بگیرم دستم اینجا قشنگ خب برای اینکه این بنده خدا رو بذاریم راحت غذاشو بخوره لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره اگرم دوست دارید بیشتر از سینا بدونید اینستاگرامش و یوتیوبش هم که به زودی داره وام میشه باشه من این پایین تگ میکنم که برید سی تیر پیتیرشو درارید ولی یه ذره کلوفت احساس میکنم یه کوچولو باید نازک تر باشه باید همه چش خوبه الان ست بعدی که میزنه واسه یه برنوشونا اونا رو ذره نازک تر باشه تنها چیزی که تو دنیا نمیشه خورد آجره اونم اگه کچاپ بزنی میشه